رئیس جمهوری چین در نشست با سران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواستار تجارت نفت و گاز با ارز یوآن شد. عربستان تا کنون درباره این پیشنهاد ابراز نظر نکرده، اما پیشتر تهدید کرده بود در صورت اقدام آمریکا علیه اوپک پلاس دلار را از تجارت نفت و گاز حذف میکند. همزمان رئیس جمهوری چین تاکید کرده است که از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل حمایت میکند. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز خواستار قطع روابط دنیا با رژیم اسرائیل شد. استقبال و تشریفات کم سابقه سعودی ها برای رئیس جمهوری چین. در میانه شرایط که روابط ریاض با واشنگتن به سردی گرایده است، ولیعهد عربستان در چنین وضعیت به دنبال تحکیم روابط راهبردی با دومین قدرت اقتصادی و نظامی دنیاست، با چین. هدف این اجلاس تعمیق همکاری با چین در همه بخش‌ها و هماهنگی دیدگاه‌ها در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی است. شورای همکاری خلیج فارس چین را شریک ضروری و مهم می‌داند. این مشارکت به طور مثبت بر منافع مشترک ما و همچنین امنیت و ثبات منطقه ما تأثیر گذاشته است. رئیس جمهوری چین در نشست کشورهای عربی خلیج فارس گفت بیجینگ برای خرید نفت و گاز به یوآن تلاش خواهد کرد. چین به دنبال افزایش اعتبار واحد پولی خود در سطح بین الملل است و با این اقدام می خواهد تسلط دلار آمریکا بر تجارت جهانی را تضعیف کند. دلار یکی از ابزارهای فشار و سلطه ایالات متحده در نظام کنونی بین الملل است. چین همچنین از بورس نفت و گاز شانگهای به عنوان بستری برای استفاده یوآن در تجارت نفت و گاز استفاده خواهد کرد. سفر شی به عربستان پیام قوی به آمریکا ارسال کرده. نفوذ فزاینده چین در کشورهای خلیج فارس ایالات متحده را عصبانی کرده است. هر گونه اقدام عربستان برای کنار گذاشتن دلار در تجارت نفت خود هم یک زلزله سیاسی مهم خواهد بود. ریاض قبلا هشدار داده اگر آمریکا اعضای اوپک را در معرض قانون عدم اعتماد قرار دهد، ارز دلار را در معاملات نفتی و گازی کنار خواهد گذاشت. همزمان رئیس جمهوری چین در نشست گسترده‌تر با رهبران کشورهای اتحادیه عرب نیز شرکت کرد. او در نشست از فلسطین حمایت و از اقدامات خصومت‌بار علیه فلسطینی‌ها انتقاد نمود. مسئله فلسطین برای صلح و ثبات خاورمیانه مهم است و وجدان اخلاقی بشریت را مورد محک قرار می‌دهد. ادامه بی‌عدالتی تاریخی علیه مردم فلسطین و پایمال کردن حقوق مشروع آنها امکان پذیر نیست. محمود عباس نیز در نشست از حمایت‌های آمریکا و انگلیس از خشونت و کشتار نظامیان رژیم اسرائیل در برابر فلسطینی‌ها شدیداً انتقاد کرد. لوجود شریک فی اسرائیل مفید و جدی بودن نظام بین‌المللی که چشم خود را بر روی جنایات اسرائیل علیه مردم و مقدسات فلسطین می‌بندد و نظاره‌گر حضور یک رژیم اشغالگر در خاک فلسطین به مدت 74 سال است، واقعاً جای سوال دارد. چین در این نشست همچنین تأکید کرد از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل حمایت می‌کند. برای بررسی بیشتر این تحولات سید طاهر عرفانی استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل در استودیو با ماست. آقای عرفانی وقت شما بخیر. سفر رئیس جمهور چین به عربستان آمریکا را شدیداً عصبانی ساخته. ایالات متحده چرا فکر میکنن عصبانی باشه و چرا نگران باشه فکر میکنن؟
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون تمدن. ببینید دنیای امروز دنیای ائتلاف هاست، هر کشوری تلاش می‌کنه متحدین خودش را حفظ کنه. عربستان سعودی به عنوان یک متحد برای ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه بوده و به نوعی تأمین کننده منافع ایالات متحده آمریکا. طبیعی است که دوری عربستان سعودی و نزدیک شدنش به بلوک های دیگر قدرت مثل چین یا روسیه برای ایالات متحده آمریکا از دست دادن یک متحدی تأمین کننده منافعش است. به همین دلیل ایالات متحده سعی می‌کنه متحدین خودش را همیشه در کنار خودش داشته باشه و اجازه نده که اونها در واقع نزدیک بشه به بلوک های دیگر قدرت یا کشورهای بزرگ دیگر. بله آقای عرفانی، آیا ریاض از واشنگتن فاصله گرفته و میخواهد سیاست ها و منافع ملی و اقتصادی خود را دنبال کنه و یا تنها به دنبال ایجاد فشار بر دولت بایدن است فکر میکنین؟ ببینید این یک قانون در روابط بین الملل و در نظام بین الملل که ساختارها متفاوت هست. بله. به هر میزانی که ساختار نظام بین الملل تفاوت میکنه در واقع وضعیت قدرت های کوچک یا کشورهای کوچک متفاوت میشه. بله. مثلا در ساختارهای تک قطبی قدرت های کوچک چویز دیگری نداره، انتخاب دیگری نداره، مجبور هستن که در دامان همون بلوک یا همون هژمون باشد. ولی زمانی که ساختار تغییر میکنه و ساختار به سوی دو قطبی یا چند قطبی پیش میرود، اینجایی که دست قدرت های کوچکتر یا کشورهای کوچکتر بازتر میشود. الان دنیا به نوعی شاهد حرکت از وضعیت تک قطبی به سوی وضعیت دو قطبی یا چند قطبی است. به نوعی چین میخواهد سر بر بیاوره و به نوعی چین میخواهد به عنوان یک بلوک قدرت در دنیا نقش دینی داشته باشه. ولذایی که عربستان سعودی به عنوان یک متحد دیرینه آمریکا میخواهد با آمریکا نشان بده که برای هر کشور منافع ملیش در درجه اول هست و در صورتی که منافع ملی اون توسط کشور تک قطب یا هژمون نادیده گرفته بشه در دنیای چند قطبی یا دو قطبی میتواند خودش را در واقع به قطب دیگر یعنی رقیب این قطب نزدیک کنه. به همین دلیل عربستان سعودی من فکر می‌کنم بیشتر به دنبال نشان دادن این مسئله است که ایالات متحده ای آمریکا با عربستان به عنوان یک متحد محترم رفتار کند. نه اگر این کار انجام نشه عربستان سعودی خودش را به سوی چین و روسیه نزدیک میکنه. بله آخرین پرسش من آقای عرفانی، پس از حذف دلار از معاملات نفتی و گازی روسیه، چین هم یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواست تا پول نفت و گاز توسط یوان انجام شود. آیا واقعا چین توانایی چنین کار را دارد و یکی از ابزارهای سلطه آمریکا در حال نابودی است؟ ببینید به نوع چین و روسیه مدت هاست در تلاش که هژمونی دلار را در واقع حذف کنه. بله. و ارز مرجع دنیا که به عنوان دلار هست این به نوعی در معاملات تجاری بین الملل از بین برود. اگر ما به رشد اقتصادی چین نگاه کنیم و اون رشد سریع اقتصادی چین را در نظر بگیریم که در واقع به صورت بی سابقه بوده است در این یکی دو دهه اخیر و اقتصاد چین یک اقتصاد بسیار پویا و رو به رشد هست، چین این پتانسیل را داره که به زودی بتواند در واقع هژمونی دلار را از بین ببره و حذف کنه. چون ما با نگاهی به وضعیت چین و جی ان پی یا در واقع تولید ناخالص داخلی چین اگر نگاه کنیم و جی دی پی چین را اگر نگاه کنیم به نوعی نسبت به ایالات متحده آمریکا داره پیشی میگیره و یک اقتصاد بسیار پویا و رو به رشد را داره. با توجه به این مسئله من باورم بر این است که چین اگر بخواهد در واقع آمریکا را به چالش بکشد هم در قسمت اقتصادی و هم در قسمت نظامی الان تقریبا به اون جایگاه رسیده و به اون موقعیت رسیده و سعی می‌کنه که کم کم در عرصه نظام بین الملل به عنوان یک کشور نقش‌آفرین باشد. بله سپاسگزار هستم از حضور شما سید طاهر عرفانی استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل.